آتش‌بس در سوریه آغاز شده و تا این زمان آرامش برقرار است. مسکو میگوید که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود قول داد آتش‌بس را رعایت کند. علاوه بر این اسد مذاکرات در قزاقستان را هم گامی مهم جهت حل بحران سوریه تلقی کرده است. آخرین خبرها در این مورد از گیتاری. آتش‌بس در سوریه از نیمه شب پنجشنبه وارد مرحله عمل شد و طی روز جمعه برقرار بود. البته در ساعات اولیه کمی شک و تردید وجود داشت. به گفته ناظران و یکی از مقامات مخالفین مسلح، بلافاصله پس از اعلام آتش‌بس درگیری‌هایی صورت گرفت، اما ساعاتی بعد آرامش برقرار شد. علی‌رغم اینکه ترکیه و روسیه در جناح‌های مخالف هستند، اما توانستند طرفین درگیری را مجاب کنند آتش‌بس را بپذیرند. گفته می‌شود دولت سوریه ابتدا می‌خواست شرق حلب را نیز کاملاً به کنترل خود درآورد تا بعد آتش‌بس را قبول کند. لابد من الاستثمار السیاسی، باید در پیروزی در حلب به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کرد. اولین گام در این راستا آتش‌بس است. ما به تضمین روسیه اعتماد داریم، زیرا این کشور در مبارزه با تروریسم شریک ما بود. این تضمین به ما اطمینان می‌دهد که هر گونه نقض این توافق عواقب خواهد داشت. وزیر خارجه سوریه نسبت به حل سیاسی بحران بسیار امیدوار است. و هناك بنفس الوقت یک فرصت واقعی برای رسیدن به راه حل سیاسی برای بحران سوریه وجود دارد که به خونریزی پایان می‌دهد و اساسی برای آینده کشور ایجاد می‌کند. وزیر خارجه ایران هم در یک توییت واکنش نشان داد. آتش‌بس سوریه یک دستاورد عمده است. جواد ظریف پنجشنبه با همتای روس خود سرگئی لاوروف تلفنی تماس داشت. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار شد تبادل نظر و هماهنگی میان ایران، روسیه و ترکیه برای برگزاری مذاکرات دولت و مخالفین سوریه ادامه داشته باشد. مذاکراتی که آنها می‌خواهند در پایتخت قزاقستان برگزار کنند زیرا معتقدند کشوری بی‌طرف است. ماه ژانویه برای مذاکره در نظر گرفته شده، اما تاریخ دقیق مشخص نیست. وزارت خارجه چین هم از توافق استقبال کرده، اما هشدار می‌دهد که این پایان راه نیست. این گام اول است. حیاتی تر از آن اجرای توافق است. بنابراین امیدواریم دولت سوریه و اپوزیسیون به زودی آتش‌بس را اجرا کنند. استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل برای بحران سوریه نیز قصد دارد مذاکرات میان سوری‌ها را که خود ناظر و میانجی بوده از 8 فوریه در ژنو دوباره آغاز کند. گیتا آریان، صدای آمریکا.